بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا با عرض سلام و احترام و درود خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی آریانا همراهان همیشگی برنامه قصه های قرآن شما را یک بار دیگر به برنامه قصه های قرآن خوش آمد میگم امید دارم ایام خجسته ماه مبارک رمضان در سعادت و عافیت در کنون گرم خانواده هایتان سپری بکنید خوشحال هستم از اینکه محمد خیام صادقی در میان جمع از پسران عزیز و دختران نازنین تا ساعت دیگر در محضر شما قرار خواهد داشتم توجه شما را به برنامه میخوایم امیدوار هستم قصه ای که امروز ما بر شما تهیه کردیم براتون مفید باشه در ابتدا خوش آمد میگم پسرا و دختر را به سیدی قصه های قرآن خوب هستین پسرا و دخترا بله آماده هستین که بخیر قصه خود را شروع بکنیم بله قبل از اینکه شروع بکنیم به قصه امروزی خود میریم و بسته تلاوت را با صدای زیبای قاری صاحب عبدالکبیر حیدری میشنویم آیات مرتبط به قصه خود را و دوباره برمیگردیم و قصه خود را آغاز میکنیم که قصه ما قصه حضرت اسماعیل زبیح الله است به ادامه قصه های قبلی فعلا شما و بسته تلاوت با صدای قاری صاحب عبدالکبیر حیدری بسم الله الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عبادنا الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ برنامجان عزيز شبكة جهانية آريانا شمارا أكبر ديگر ببرنامج خودتان خوش آمد ميقوم قابل یادآوری است که لطفا سر بزنین به چنل یوتیوب قصه های قرآن در اون قسمت برنامه های قصه های قرآن که به شکل مسلسل آپلود شده را مشاهده بکنین نظریات نیکتان را با ما شریک بسازین میریم قصه خود را ادامه میدیم قصه که قرار است امروز در مورد صحبت بکنیم قصه حضرت اسماعیل علیه توی قسمت فهمیدیم که حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت حاجر در میان ازو بیابان وقت که آبشان تمام میشه آب چگونه پیدا میکنن و او قبیله میایه برایشان غذا میده و به همراه یک دیگر زندگی میکنن بعد از اینکه زندگی زندگانیشان به شکل خوب و خوش و به مو منوال عادیش و پیش میره حضرت ابراهیم علیه السلام که در فلسطین هست در نواحی فلسطین هست به همراه همسرش بیبی بی ساره و فرزند دیگرش حضرت اسحاق در خواب خورش یک وحی را دریافت میکنه که در او وحی بیان شده که ای ابراهیم فرزندت اسماعیل که سالها در انتظار از بودیره برو قربانی برو قربانی بگو حضرت ابراهیم علیه السلام از خواب بیدار میشه میفهمه که خواب انبیا خواب پیامبران خواب صادق است شیطان نمیتونه وارد خواب انبیا شود. خواب انبیا خواب است که رویای صادق است دوباره شب دوم به خواب میره و دوباره همین وحی را دریافت میکنه و شب سوم هم وقتی که دریافت میکنه از جایش بلند میشه و به پروردگار دعا میکنه میگه خداوندا اگر ای امر تو است که من اسماعیل فرزندم را که چقدر منتظر تولد از او بورم چقدر قرار مدت شده از او دور هستم او در حجاز است در میان یک بیابان خشک رها کردم اگر این امر تو است که من بیایم ای فرزند خوردهی به سر خورده بچی خود را قربانی بکنم من امرت را اجرا میکنم ما اسماعیل ده به خاطر تو قربانی میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام با مو شطر خورش سوار میشه و حرکت میکنه به سمت حجاز بعد از چندین روز چند روز که میگذره میرسه در سرزمین حجاز و میبینه که بیابان حالا به یک شهر بسیار زیاد زیبا مبدل شده از او زمانی که حضرت اسماعیل و حضرت حاجر را در او بیابان رها کرده بود سالها مگذره حضرت اسماعیل بزرگ شده جوان شده هنگامی که میره جستجو میکنه از همگی و وقتی که از دور چهره حضرت اسماعیل علیه السلام را میره با وجود که سالها یکی دیگر را ندیده بودند حال حضرت ابراهیم علیه السلام پیر شده بود و حضرت اسماعیل جوان شده بود هنگامی که حضرت اسماعیل زمین میبینه میره و او را در آغوش میکشه و طبق قصه هایی که حضرت حاجر به حضرت اسماعیل گفته بود که پدر تو ابراهیم خلیل الله هست ای هم پدر خودش را در آغوش میگیره و به همراه یک دیگر می نشینن. بعد از اینکه یک روز دو روز در حجاز سپری میشه حضرت ابراهیم علیه السلام به حضرت اسماعیل زبیه الله میگه میگه ای پسرم به یاد داری که وقتی که تو کوچک بودی خرد بودی من تو را به همراه مادرت در ای بیابان رها کردم میگه بله برای من گفته شده من که خودم به یاد ندارم حضرت اسماعیل میگه یاد من که نیست من خود بودم اما مادرم برای من گفت و رحمت خدا را هم گفت که چه قسم آب بر ما پیدا شده و چه قسم غذا و ما چه قسم زندگی کردیم گفت اگر خداوند یک امر دگام داشته باشه قبول میکنی اسماعیل گفت بله هر امر پروردگار که باشه ما قبول میکنم گفت امر پروردگاری است که من باید بیایم تو قربانی با. تا را قربانی بکنن گفت اگر امر پروردگار است نه به امر پروردگار تسلیم است من کنم گپ در مقابل امر پروردگار ندارم من به امر پروردگار تسلیم است هر گپ که خداوند بگویم مگپ گپ میپذیدم. میپذیرم و از امر و دستور سرپیچی نمی کنم در همین قسمت میباشه که حضرت ابراهیم علیه السلام نزد حضرت هاجر میره و میگه امروز اسماعیل زیباترین کالاهایش را برش بپوشان که میره و مهمانی خداوند میبره دستان حضرت اسماعیل علیه السلام را میگره و میره به طرف امو قربانگاه شیطان اینجا میاد در نزد حضرت هاجر و به حضرت هاجر میگه ای هاجر تو میفهمی که ابراهیم پسرت را کجا برد میگه کجا بود میگه او را برد که از بین ببر قربانی بکنه میگه چرا این کار را میکنه میگه خداوند برش گفته گفت پس خداوند که برش گفته امر خداوند است و باشه امر خداوند من امر خداوند را قبول دارم من که خداوند را قبول دارم میگه تو حتما شیطان هستی که اومدی مرا وسوسه بکنی اومدی من را از راه حق منحرف بکنی کج ای که آیا حضرت اسماعیل علیه السلام را قربانی میکنه و یا خیر ان الله در قسمت بعدی برنامه برتون بیان میکنم فعلا یک دفعه برگشت کوتاه داریم دوباره با برنامه خودتان همراه باشیم بینندگان عزیز شما را یک بار دیگر خوش آمد میگم به بخش پایانی برنامه قصه های قرآن در این بخش ما سوال و جواب داریم و همچنین به چند پند و اندرز از این قصه قرآنی خود هم اشاره می کنیم خب پسرا و دخترا یک نتیجه گیری کلی و چند پند و اندرز را که ما از این قصه خود می داشته باشیم اولین اندرز مهم این قصه ای هست که وقتی که خداوند متعال اراده نکنه تصمیم نگیره یک گپ نخواه اگر تمام دنیا دست به دست یکی دیگه بتن و امروی یکی یک جای شوند او کار را کرده نمیتانند و اگر خداوند بخوایه، اگر خداوند اراده بکنه و تصمیم به یک حرف، به یک گپ، به یک عمل داشته باشه اگر تمام دنیا هم یک جای شوند که بخواه اینو گپ نشه و اما اگر خداوند بخواه شود، اون گپ میشه خداوند متعال هر اراده را که بکنه اونمو گپ دنیا وقوع میشه، واقعی اندرس یا پند دیگره که ما میتونیم از این قصه قرآنی خود بیاموزیم است که انسان همیشه باید اعتماد داشته باشه به خداوند خود و در کنار اعتماد از سعی و تلاش و تدبیر و درایت خود کار بگیره شما ببینید. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام به پروردگار خود اعتماد نمی داشت از هیچ کدام از امتیان موفق بیرون نمی شد. او به خداوند خود اعتماد داشت و صد صد که باید انسان در پهلوی اعتماد به خداوند خودشان هم سعی و تلاششان را داشته باشند خودشان هم هوشیار باشند خودشان هم به امی امور زندگی خود به کارهای زندگی خود بفهمند که چی باید بکنند مسلمان مسلمان واقعی کسی است که خودش خیلی سعی و تلاش داره بخاطر از اینکه بتونه بهتر زندگی بکنه در کنار احتمال به خدا من خب برای لازی که بتونیم به سوالات شما پاسخ بگوییم سوالات از پسرای نازنین شروع میکنیم اول شما بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم چرا حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام از اونجا رفتن چرا گوسفند یعنی کردن؟ سوال بسیار زیباه در جواب هزی ما میتونم بگویم که بدلیل دلیل از که گوسفند فرستاده شد تا قربانی حضرت اسماعیل علیه السلام جلوگیری بشه و به جای از که حضرت ابراهیم فرزندش را قربانی بکنه او گوسفند را به پیشگاه خداوند متعال به دلیل خلوص نیت خود قربانی کرد و از اول هم خداوند نمیخواست که او فرزندش را به قتل برسانه فرزندش را از بین ببره بلکه فقط میخواست امتحان بکنه که آیا ابراهیم این کار را انجام می یا نه آیا ابراهیم دستور مرا اطاعت می کنه یا نه آیا ابراهیم حرف مرا قبول می کنه یا نه سال بعدی از خودت بسم الله الرحمن الرحیم سلام با استاد محترم سلامت باشید استاد سوال ما ای بود که چرا ام حضرت اسماعیل قربانی نکرد سال خیلی زیبایی چطور شد که حضرت اسماعیل قربانی نکرد ما گفتیم که اسماعیل علیه السلام امر خداوند بود که باید قربانی میکرد چرا قربانی نکرد قسمی که من براتون بیان کردم خداوند متعال وقتی که میخواستی قربانی ده حضرت ابراهیم انجام بده گفت نخید تو گفت در امتحان خود کامیاب شدی من خب گفت فقط میخواستم ببینم که تو واقعا این کار را میکنی یا نه تو این کار را انجام می یعنی وقتی که دید که عزم حضرت ابراهیم علیه السلام اما تو راسخ است و صد در صد تصمیم داره که فرزندش را در راه قرآن قربانی بکنن گفت درست من فقط میخواستم ایده بسنجم سال بعدی از خودت میگیریم عبدالله جان بسم الله الرحمن الرحیم چرا وقت خداوند میفهمید که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم زیاد پرهیزگار هستن و چی که خداوند بخواه به روشن میکنم و مکاره؟ چرا میخواستم یاره امتحان کنه؟ سوال بسیار زیبایی به دلیل از که ولو که هر قدر هم انسان ها اگر متقی باشند شیطان در کمین از آنها است ما افراد را داریم که تمام زندگانیشان در عبادت بودن اما در اخیر شیطان آنها را فریب داده میخواست در این قسمت هم بر تمام امت یک درس باشه که انسان وقتی که میخواید به اراده خداوند تسلیم باشه مانند حضرت ابراهیم باید تسلیم باشه که حتی از فرزند خود هم در راه خداوند بگذره حتی از فرزند خود هم در راه خداوند بگذره و ها کنه فرزند امر خداوند برش مهمتر باشه و میخواست ببینه که آیا شیطان موفق میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام را در این مورد وص وص بکنه یا نه آیا حاجر در این قسمت متزلزل میشه حاجر در این قسمت وسوسه شیطان را قبول میکنه ابراهیم علیه السلام را میگه که ای ابراهیم نکو قربانی فرزنده را اسماعیل در این قسمت خودش به پدرش میگه که ای پدر مرا قربانی نکو ابراهیم علیه السلام منصرف میشه و یا خیر این بود دلیل ازی که میخواست قربانی بکنه سوالات دختران نازنین هم میداشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم چرا ابراهیم حضرت ابراهیم میخواست که بچه خود را قربانی کند چرا حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست فرزند خود را قربانی کند سوال بسیار زیبای به دلیل هزی که خداوند متعال برش امر کرده بود خداوند متعال گفت تو برو فرزندت را قربانی بگو تو برو فرزند خود را قربانی بکو و ذبح بکو به دلیل هزی که امر خداوند بود و وگرنه نه حضرت ابراهیم همی کار را نمی کرد. فقط به دلیل که امر خداوند متعال را اطاعت کنه فرزند خودش را قربانی میخواست بکنه و در اخیر هم رحمت قربان شامل حال هر دویشان شد از دخترها کس دیگره اگر سوال داشته باشه سلام استاد به خدا چرا حضرت ابراهیم به وسوسه شیطان گوش نکرد بسیار سوال زیبا چرا حضرت ابراهیم علیه السلام به وسوسه های شیطان گوش نکرد بدل قلت وقت خیلی ما میخوایم فوتو توضیح بدم نه تنها حضرت ابراهیم بلکه هر کسی که اراده محکم داشته باشه اعتماد به خداوند داشته باشه محبت پروردگار در قلبش باشه با واسطه های شیطان اعتنا نمیکنه چون حضرت ابراهیم به خداوند اعتماد داشت فهمید که خداوند است که مرا به پیامبر خود به حیث پیامبر خود به مردم فرستاده پس حتما خداوند صلاح از دیده پس اعتماد به خداوند متعال داشتن محبت خداوند متعال در قلب و عزم و اراده راسخ در زندگی اگر کسی داشته باشه هیچ وقت نمیتونه که شیطان اونها را وسوسه بکنه سپاس از شما و سپاس از پسران و دختران نازنین که تا ایدم با برنامه ما همراه بودند بینندگان عزیز و ناظرین هم خورا کنه که از برنامه ما خسته نشده باشند ما نهایت کوشش ما را میکنیم که در ماه مبارک رمضان بهترین برنامه ها را خدمت شما تقدیم بکنیم خورا کنه که از اندرس ها و پند های از استفاده کرده باشین و داستان امروزی ما براتان مفید واقع شده باشه تا برنامه بعدی که باز هم احمد خیام صادقی به اتفاق پسران و دختران خیلی عزیز و یک قصه قرآنی دیگر در حضور شما قرار خواهد گرفیم شما را به الله پاک و بینیاز می سپارم ایام و کامتان و آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین حامی نشرین برنامه افغان بیسی ترین و بزرگترین شبکه فورجی در افغانستان بینندگان عزیز و ناظرین خوش آمدین به برنامه قصه های قرآن بیاین که قصه خود را ادامه بدیم حضرت حاضر وقتی شیطان را برش جواب نیمیته و میگه که من امر خوراوند را قبول دارم شیطان میده پیش حضرت اسماعیل میگه ای اسماعیل تو میفهمی همراه پدرت کجا روان هستی میگه بله میگه میخوای خود را قربانی بکنه خود فرار بکو میگه خوراوند ای امر کرده پدر رو میخواه به امر خداوند قربانی بکنه تو حتما شیطان هستی بفهمی گپ ای گپ متوجه باش که تو مرا وسوسه کرده نمیتونی هر قدر که میخوای تلاش کن من فریب تو را وقتی که شیطان از اینجا هم ناامید برمیگرده میره پیش خود حضرت ابراهیم علیه السلام به او اساسه میکنه میگه ای ابراهیم چی میکنی تو فرزند خودت را قربانی میکنی یه اسماعیل از فرزندت است بچه ایت است کسی بوده که تو سالا در انتظار تولد ششتی حالا میخوای بوری را قربانی بکنی میگه وقتی که امن پروردگار است من قربانی میکنم بله شیطان وقتی که از هم ناامید شد حضرت اسماعیل علیه السلام را میبره به قربانگاه و هنگامی که کارد خود را برمی داره حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن برایش وحی می کنه که ای ابراهیم تو و فرزندت از این امتحان کامیاب شدین و سرفراز بیرون آمدین ضرور نیست تو قربانی را انجام بدی بس ما فقط می شما را امتحان بکنم و امتحان هم کردم و شما در امتحانتان کامیاب هم شدیم پس اسماعیل در همراه خودت به خانه ببرد و به جای از او یک گوسفند را در او قسمت میبینه و میگه که تو او را قربانی بکو و گوسفند را قربانی میکنه که تا امروز ما در ایام عید سعید عطا در روز عید سعید عطا یک گوسفند را قربانی میکنن مسلمان ای بود قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام دوباره حضرت ابراهیم علیه السلام شاد میشه خوشحال میشه بسیار زیاد از این مسئله و از سپاس سپاسگزاری میکنه و حرکت میکنه به سمت فلسطین دوباره هنگامی که در فلسطین میباشه بعد از اینکه چند سال سپری میشه خانم بزرگوار حضرت هاجر وفات میکنه و حضرت اسماعیل علیه السلام هم عروسی میکنه تشکیل خانه و تشکیل خانواده میده تو اینکه بعد از چند سال دوباره حضرت ابراهیم علیه السلام یک وحی را دریافت میکنه وحی را دریافت میکنه میگه ای ابراهیم تو برو به همراه فرزندت اسماعیل برای من یک خانه بساز که خانه کعبه بود گفت برو به سرزمین حجاز در هر قسمتی که گفت من یک پرنده را همراه تو معین میسازم که بنابر برخی روایات اسم از او پرندر سکینه ذکر کردن گفت هر جایی که سکینه متوقف شد تو اون اموج خانه مرا بساز حضرت ابراهیم دوباره به راه میفته و در حجاز به دنبال فرزندش اسماعیل میگرده بعد از اینکه اسماعیل را پیدا میکنه به همراه از او پرنده حرکت میکنن به سمت کعبه هنگامی که در نقطه امروزی کعبه میرسه پرنده مینشینه وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام میدانه که این نقطه است که باید خانه در قسمت ساخته البته ما بعضی روایات هم داریم دخترها و پسرها که میگن کعبه اولین دفعه حضرت آدم بنا کرد بعد از او حضرت نوح بنا کرد و همچنین پیامبران الهی در باسازی از او سهیم بودن اما پیامبری که دیوارهای از او را بلند کرد دیوارهایش سنگ حجر الاسود را بر بنایش قرار داد حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندش حضرت اسماعیل بود شروع میکنن به ساخت و ساز از این خانه به همراه سنگ ها دیوار های کعبه مشرفه را بلند میکنن وقتی که دیوارهایش بلند شد سنگ هزار الاسود که در قسمت گفته شده بود که باید در بنای کعبه قرار بگیره در بنای کعبه قرار را, را میشه و حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام مشغول ساخت و ساز خانه کعبه میشن وقتی که خانه کعبه را اینها در حال ساخت و سازش بودند و خداوند متعال دعا می کردند که پروردگار خودت این سرزمین را امن بگردان و افراد را که قرار است یک تا پرست چون مردم را که دین تو رو می را خودت از هر بلا و هر گزند حفظ بکو و صحیح سیا سلامت داشته باش وقتی که آهسته آهسته ساختن خانه کعبه تمام میشه دوباره حضرت ابراهیم علیه السلام برمیگرده به فلسطین و در او قسمت وفات میکنه وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام وفات میکنه با توسط حضرت اسماعیل علیه السلام و دیگر از یارانش دفن میشن و بعد از او رسالت در سرزمین های کنعان به حضرت اسحاق علیه السلام و رسالت در مناطق حجاز به حضرت اسماعیل علیه السلام واگذار میشه و اینا هر دویشان پیامبر بودن هم حضرت اسحاق پیامبر بود و هم حضرت اسماعیل علیه السلام پیامبر بود که از زردیه حضرت اسحاق زردیه یعنی افراد نواسایش زردیه یعنی یک شخصی که از اون نسل که ادامه پیدا میکنه و گفته میشه زردیه که از زردیه حضرت اسحاق پیامبر حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف علیه السلام و دیگر پیامبران و از زردیه حضرت اسماعیل علیه السلام هم تا اینکه که ختم میشه به حضرت محمد مصطفا صلی الله علیه و آله و سلم ما گفتنم کی رحم باید یاداوری بکنم که هر وقتی که ما نام حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را همه ما باید بگوییم صلی الله علیه و آله و سلم این بود قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام دو البته پدر و پسر که همیشه در برابر امر خداوند تسلیم بودن، همیشه امر خداوند را اطاعت کردند در بخش بعدی برنامه سوالات شما را در مورد بحث میکنیم پرسش و پاسخ می داشته باشیم و به با چند پند و اندرز هم از این قصه خود اشاره می کنیم سپاس از بیندگان عزیز که با برنامه ما همراه بودن بخش اخیر برنامه را هم فراموش نکنید فعلا یک رفت و برگشت کوتاه دوباره با برنامه خودتان همراه باشید